طاهر ومعصوم آنها و به حق عظیم امام زمان علیه الصلاه و السلام که پروردگارا صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. پروردگارا فرج ولیت، فرج حجتت، فرج خلیفت، فرج ناصر حقت، فرج امام منتظر حضرت بقیت الله فی العالمین علیه السلام را هرچی سودتر و هرچی سریعتر برسان. به آن بزرگوار اذن قیام عنایت بفرما. پروردگارا به آن بزرگوار اذن خروج عنایت بفرما. پروردگارا آن بزرگوار را پیروزی کامل، پیروزی نهایی، پیروزی جهانگیر و پیروزی سهل و آسان و پیروزی با عزت و با شوکت هرچی سریعتر عنایت بفرما. کمر دشمنان آن بزرگوار را بشکن. روی دشمنان آن بزرگوار را سیاه بفرما. عدد شیعیان حضرت را هرچی بیشتر بگردان. یاران آن حضرت را محافظت بفرما و آنها را قدرت و قوت و تأیید عنایت بفرما. و ما را از جمله یاران و انصار آن بزرگوار به حق امیر المؤمنین علیه السلام و صدقه سر صاحب الزمان علیه السلام قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگارا کسانی که به این شبکه مبارکه کمک کردن از اونها قبول بفرما، با اونها عزت بده و حوائجشان را برآورده به خیر بگردان و بلیات را از اونها دور بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام هر جا که هستن این شبکه را نگاه میکنن، دعا میکنن، دستشان به دعا بلند است. پروردگار را به اونها نظر لطف بفرما، حوائجشان را برآورده به خیر بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم، همونطوری که مستحضر هستید توافق شده بود که با یکی از علمای مخالف ما، از طرفداران انقلاب ایران و از طرفداران ولایت فقیه، که با ایشان گفتگو در این زمینه صورت بپذیرد. ظاهر قضیه این بود که ایشان را گفتیم که زنگ بزند، ایشان زنگ نزد. اشکال ندارم، منم گفته بودم من زنگ میزنم، حالا من بهشان زنگ میزنم ببینم ایشان جواب میده یا نه. سلام علیکم، حال شریف. سلام علیکم، خست زنده باشید. من این اولین بار شما را زنگ میزنم. شو آقای بهرامی اینجا؟ بله. چطور هست؟ من این جان، من این صدای تلویزیون رو ببندم. ببندید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم بزرگوار، حال شریف خوبه انشالله. هلو، قطع کردی آقای بهرامی. حجت الاسلام، قطع نکن دوباره بیشن. بله، حجت الاسلام ظاهرم قطع کرده، چیکار شده؟ دوباره به آقای بهرامی زنگ بزن. آقا ببخشید، خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام. آقای بهرامی، قرار شد که ما و شما بر موضوع ولایت فقیه مناظره داشته باشیم و در دقیقه شما در دقیقه من صحبت کنم. حالا شاید بینندگان عزیز توقع دارن که حضرت عالی خودتان رو معرفی بکنید، و قبل از اینکه شما معرفی بکنید، من شما خیلی تشکر میکنم که شما حاضر شدید با ما مناظره بکنید، و این انشاءالله فرصتی خواهد بود که تمام دوستان طرفین قضیه را ادله اش را بررسی بکنن و به خودشان داوری بکنن. و بسیار زیاد تشکر میکنم که شما به ما این فرصت را دادید که ما با شما صحبت بکنیم. حالا شما اول در معرفی خودتون صحبت بکنید، بعدش هم انشاءالله لذیذ فرمایش قبل از مقدماتی فرمایشی داشتید صحبت کنید، و الا برنامه شروع میکنیم بعدش. بله، بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده بهرامی هستم، یه طلبه هستم که شخصی از جانب خودم دیدم که بحثی با علاقیاری داشته باشیم. بله، ایشون از طلاب حوزه علمی قم هستن، از علما و روحانیون و معمم هستن در حوزه علمی قم، و گفتن که قبلا گفتید که 20 سال مشغول تحصیل هستید، درسته؟ ببینید آقا، من از علما نیستم، طلاب ساده هستم. 20 سالم از مشغول درس بودم، تا پای ده هم پایان کفایه هم خوندم.
بله خب شما 20 سال که آدم درس خونده دیگه، باید یعنی در هر دانشگاه شما 10 سال درس خوانید و اونجا پروفسور میشید. 20 سال که خواندید ماشاءالله، خب زیاده 20 سال. خب برادر بزرگوار من من استعدادم کم بوده جان، استعداد بنده کم بوده، معمولا طلاب با استعداد نه 10 شما، سال رو تو 6 سال بخونم، من 10 سال رو تو 20 سال خوندم. نه شما ماشاءالله استعدادتان خیلی قویه، حالا خودتون تواضع نکنید ان شاء الله. خب برادر بزرگوار من، حالا بنای ما شما شد بر موضوع ولایت فقیه، موضوعاتی که ربط به مسئله ندارد بله، مگر اینکه خود شما مناسب ببینید که دلیلتان اقتضا دارد، دیگر ما مطرح نمی کنیم، شما مطرح نمی کنید و 10 دقیقه شما صحبت می کنید، 10 دقیقه من، و همونطوری که دیروز خودتان هم گفتید که منظور شما از ولایت مطلقه فقیه یعنی اینکه اختیارات فقیه هیچ گونه حد و مرزی ندارد و به هر امری که اداره مسلمین تعلق بگیرد در حیطه اختیارات فقیه و تحت ولایت او هست. حالا اگر شما اگر میخواد شروع کنید الان شروع کنیم و الا من حاضرم. خلاص ببینید، بعد این که گفتم حد و مرز نداره، یعنی منظور این که انسان همه انسان ها رو شامل میشه، همه زمان ها رو شامل میشه، تا وقت حضور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله. و البته اینی که گفتم محدودیت نداره، محدودیتش به فقه اهل بیت برمیگرده. فقیه چیزی نمیگوید مگر اینکه از فقه اهل بیت است. آنچه میگوید بر خودش هم ولایت دارد، یعنی فقهش بر خودش هم ولایت داره. اینطوری نیستش که آن چیزی که میگوید از جانب خودش باشه، منصوب به فقه نباشه و به قول معروف بر خودش حجیت نداشته باشه. اون چیزی که میگه از فقه، منتها ممکنه عوام این مسئله رو درک نکنن، یعنی اون مسائل پیچیده‌ای که در مسائل نظام و جامعه پیش میاد درک نکنن که بالاخره این از کجای فقهه. ولی فرض ما این هست که فقیه آن چیزی که میگوید از فقه هست، و اگر یک کلام تا بگوید که منصوب به فقه نباشد، اونجا به علت اینکه عدالت رو از دست میده دیگه ولایت نداره. فقیه لحظه ای که گناه میکنه، اگر گناه بکنه دیگه اونجا ولایت نداره، ولایتش لحظه ای هست، ولایتش فقط برای سرپرستی هستش. بله، یعنی منظور من از این که حد و مرز نداره، یعنی تمام شؤون تمام مسلمین دنیا را. شما جهاد رو میخواید بگید دیگه، درسته؟ اطلاق را میخوام که شما اقرار بکنید که منظورتان منظور ولایت مطلقه هست و منظور ولایت مطلقه را هم تعریف بکنید. منظور اینه، بنده گفتم دیگه، آن چیزی که برای نظام جامعه صلاح هست، هدف جامعه شیعی، اهداف جامعه شیعی رو تأمین میکنه، برای فقیه جامعه شرایط که مجمع علیه هستش ثابت هست. خب اگر آماده اید شما شروع کنید 10 دقیقه اولتون. خب فقط من تایم رو چطوری متوجه شم؟ من اینجا تایم یکی از من اگر حرفی زدم الان مناظره هست، من حالا تو عالم غیر مناظره، خب حالا با همه ما رفیقیم و همه هم سیستمون بالا هستش، ولی در مناظره وقتی که پیش میاد من آن چیزی که لازم بدونم میگم، حمله به توهین نشه. من برای هر حرفی که میزنم یه استدلالی برای خودم دارم، باشه. هر چی بگم استدلال دارم. روی چشمان ما، شما در اون وقت خودتان بله تمام مطالبی را که در نظرتان میآید صحبت کنید، ما هم مداخله نمی کنیم و قطع هم نمی کنیم، شما حرفتان را بزنید و بینندگان عزیز همینجا گوش میکنند. هر وقت شما آماده بودید تایم اینجا یکی از همکاران میگیرن. حمله به بی‌ادبی نکنید شما مسئله. نه دیگه، شما اگر خیلی اگر واقعا بیادبی بود اون بیادبیه، بیادبی نکنید دیگه شما لا. اما اگر کلام مصریح چیز مطلبی دارید، من خادم شما هستم، من اشکالی ندارم. شما با استدلال اصلا تلفی رو ما به بنده نسبت استدلال داشتید، منم استدلال دارم برای کار خودم. شما هر دلیلی را و ببین برادر عزیز از ولایت فقیه خارج نشیم، با هر طریقی که میخواید ثابت بکنید، با استخاره، با رمل استمر الله، هر طریقی که دارید، خلاصه این 10 دقیقه مال شماست، شما ثابت کنید ولایت فقیه. ما قانونمون در اینجا یه قانونه، اینی که فقط یه نفر فقط در وقت خودتون حرف بزنید، چشم دیگه چشم نداریم. من دیگه من گفتم قبول دارم، چشم، درسته؟ شروع کنیم. بله 10 دقیقه خلاصه یک از رفقا اینجا وقت میگیره، معصوم نیست، حالا یک چند ثانیه اگر از پیششان اشتباه شد عمدی نیست. خلاصه خب بفرما شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت و عز بها الاسلام و اهله. من سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترمی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن.
نزدیک محرم داریم میشیم، سلامی میدیم به اون شهید گلگون کفن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که به همراه اصحابشون در کربلا واقعی رو برق زدند که راه شد برای همه شیعیان مبارزه با ظلم، و به ما یاد داد ابا عبدالله اگه شیعه واقعی هستی باید مثل قاسم الحسن چی امامت رو قبول کنی، احلا من الاصل بشه مرگ برات، بتونی برای حسین شهید بشی، بتونی خون بدی نه، بتونی خون گردنتو بدی نه، بتونی خون دور قلبتو بدی نه، بتونی خون داخل قلبت رو بدی و به این جمله برسی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، حسین جان به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی ذکر و کنف ذاکرین، تمام جونم فدای تو. و این راه شد، شیعه هایی که فهمیدن این راه رو گرفتن اومدن جلو. درود بر روان تمام شهدا، از حمزه سید الشهدا گرفته تا شهدای جنگ صفین و جمل، تا شهدایی که در رکاب امام حسن شهید شدن، تا شهدایی که در رکاب امام حسین شهید شدن، تا زید شهید، تا میایم جلوتر تمام علمایی که شهید شدن برای مبارزه با ظلم. اینا علمایی نبودن که شاهد این باشن حسین رو نگاه کنن حسین شهید بشه بعد بیان سینه بزنن و پلو بخورن، اینا مرد بودن. راوی میگه من دیدم که یه سری هستن دارن دعا میکنن میگن اللهم انزل نفسک، گفتم چیکار میکنی؟ گفت نمیدین حسین رو دارن میکشن. گفت چرا؟ گفت چرا نمیدین میکنی؟ گفت یار نداره، منتظرین خدا یارشو بفرسته. حسین یه روش به ما داد. سیر تاریخی تمام انبیا یه چیز بوده، مبارزه با ظلم. تحت جریان ولایت ظلم قرار نگیر، کسی که تحت جریان ولایت ظلم قرار میگیره خودش ظالمه. اگه عادل بودی، اگه عدل داشتی، تو نباید تحت جریان ظلم قرار میگیری. مسجد زدی باشه، مسجدت مسجد ضرار هست، پیغمبر اون مسجد رو میاد خرابش میکنه. مگه اشهد ان علی ام ولی الله گفتن مهمه؟ نه 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 نه، اصلا مهم. اشهد ان علی ام ولی الله بدون امام حسن هیچه، بدون امام حسین هیچه، بدون امام زمان هیچه. میگی امام زمان بدون نوابش هیچه، میگی امام زمان بدون اون کسی که حجت بر تو قرار بده هیچه. اونا گفتن بذار خدا رو ما ببینیم امام میاری، ایمان نیوردن. پیغمبر رفت وسیعه به حقش گفتن پیغمبر بود ایمان می آورد. نه نه نه، ایمان حسین مسلمش رو فرستاد، گفتن حسین باشه ایمان بریم، ما که به تو ایمان نداریم، بذار حسین. امام زمان هم بیاد میدونی چی میگه؟ یه بهونه دیگه میان. نایبش اومد قبول نکنه، اون نایبش اومد قبول نکنه. اون نایب کیه؟ اشبه الناس بالحسن خلقن خلقن و منطقا، اون کسی که داره ولایت فقیه رد میکنه نمیدونه امام کیه، نمیدونه فقیه، این دو تا مطلب رو نمیدونه. لذا ما تو بیان تاریخی حق و باطل این رو میدونیم. من تعجب میکنم، من تا حالا صحبت رو جایی ولایت نهشم. این چرا؟ چون قیاسات ها محاد قدیب، اگه عاقلی پیدا میشه اینو رد، اون کسی که رد میکنه حتما عاقل نیستش. اصلا من صحبت نداشتم، اما مثلا تصور نداشت، تصور ولی فقی تصور بدیهی، قیاسش باهاشه. آب نمی خوش باشه، هر جا آب پیدا کردی آب تره، هر جا آب پیدا کردی آب تره، آب خشک نمیشه. اگه تو شیعه رو پیدا کردی، شیعه رو میذاری کنار، غیر شیعه رو قبول میکنی، عادل رو میذاری کنار، عالم رو برای خدا. درود به روانه زید شهید، زید تو شهید بود از طرف امامت ازدی، بله تو شهید بودی، باید گیر بکنن، باید حتما یه جوری یا بگن تو معزون نبودی یا بگن اذن خواستی یا هر چیزی بگن، چون نمیتونه. این با جریان باطل گره خورد، این اصلا نیروی اونا، این داره جبهه مقاومت رو تو آمارلی ضعیف میکنه. اگه نمره ابوبکر البغدادی تو جا 20 نمره این صده، این داره پیام میده برای اونا، میگه آی کسی که تو آمارلی هستی بشین سر جا، تو حق نداری اون انشی.
آی کسی که توی جای دیگه، آی کسی که توی کوبانی دارم باشم بیشین سرتار، آی بچه هایی که تو نجف دارید دفاع میکنید از حرم آقاتون کل رایتن قبل زون حرسته، بیشین سرتار تو غلط کردی بلند شدی، تو رایت، تو رایت ظلمه. آی کسایی که از حرم از محصد زینب و حضرت رقیه که جان آدم به فدا بیبی جان، میشه به ما تو این فرصت محرم که یه چیزی یاد بدی، اونم این باشه که من بتونم محجم رو بدم، اوجی نرایم برای جون ندادم. اونی که تو این وادی نیست جون نتونسته بده یا داره توجیه میکنه نفهمیده، این مسئله رو نفهمیده. از این اومدن گفتن علی تو جنگ بین مسلمین داره، این هیچ توجیهی نداره جنگ بین مسلمین، چیکار باید بکنیم؟ من با مسلمون نمیستنگم، اما اگر من امام رو نشناختی که اینو نفت میکنن، یک امام رو نشناختن، دو شیعه رو نشناختن. شیعه در نظر ما راهیم، ما میگیم شیعه حق و ولایت، حق حاکمیت داره، اگه میگی نه شیعه نیستی، شیعه در نظر ما حق ولایت داره، اصلا شیعه امامه. منتها تو هر اصل تعداد انگوشتای یه دست بیشتر شیعه پیدا نمیشه. فکر نکنید من و شما شیعه ایم، نه آقامون تو غیبت میدونی برای چی؟ برای اینکه ما نتونستیم جریان ساز ظهور رو انجام بدیم، ما نتونستیم سیستم وکالت آقا امام هادی رو سرش بدیم، نتونستیم مردم دنیا رو برگردونیم اینها به روات حدیث مراجعه کنن. کم کم سیستمی که تو ایران مثلا تو کشورهای تو کشور مثلا تو صفویه، تو آل بویه، تو اینجا اتفاق افتاد، تو تمام جهان را بیفته، آقامون تو کل دنیا طرفدار داشته باشه، وقتی که میاد طرفدار داشته باشه. من نتونستم هنوز این کارو بکنم. اون وقت دشمن میاد یه مدیر تربیت نمرش برای به باطل 20 نه هزاره. اگه حفظ جون ابوبکر البغدادی امروز 20 درجه اهمیت داره، حفظ آقای اللهیاری هزاره. بدونی چرا؟ چون جبهه رو داره تعریف میکنه، چون شیعه رو به جون شیعه، شیعه رو به جون سنی، سنی رو به جون و اینها رو داره به جون هم و آقای اللهیاری میگه شبکه کمک داره. اینو هر آدم جاهلی تو ایران میدونه. دیگه واسه ایران مخالف چی بری تو آمریکا تأمینت میکنن. یا شما اینو نمیدونی یا میدونی؟ اگر نمیدونی برو بگو چیکار داری میکنه، اصلا اوور تعریف کنه. این مسئله چون برای جدی شما مدیری، شما رهبری، این رهبریت جبهه باطل رو داره ضعیف میکنه، این رهبریت داره جبهه رو میخشونه. بزرگترین خطر برای جریان بدونید جریان نفاق بوده. این نفاق نزدیک پیغمبر شد در بزد، این نفاق نزدیک موسی شد در بزد، این نفاق نزدیک آقا اهل بیت طهارت شدن نظر، و این نفاق نزدیک میشه خودش رو به حق و ضرب. میدونید منافقای تاریخ کیا بودن؟ ابلیس تو صف مرتبه بود. دیگه کی بود؟ علامه باورا. دیگه کی بود؟ قارون. تمام اینها. ببینید کسی که ولایت فقر رو رد کنه، فلسفه کل دین رو داره رد میکنه. اصلا از این محرق کل کتابهای امتیاز، این از بین برنده کل آثار امتیاز، این از بین برنده تمام مساجده، این کل این سیستم رو. چرا؟ چون ولایت باطل رو قبول کرد، لذا پیش نیاز این بس ولایت باقی. تمام آیات قرآن دلیل بود، تمام روایت ما دلیل بود. تو اگه ولایت اونو قبول نکنی تحت ولایت چه کسی هست؟ تحت ولایت شیطان هستی. افعال جاهلیت و آیا شما حکم جاهلیت رو در تبعیت میکنید به حکم خدا رو؟ دوستان با پیش زمینه بحثی انشالله وارد بحث بشیم. من 15 ثانیه هم مونده، ولی خب این بحث رو به شما میسپارم. نه 15 ثانیه دیگه هم بگو، یک چند تا توهینی دیگه هم بلدی بگو. بگو حسین جان، سلمان لمن سالمکم و هر بند لمن حربکم. الو حجت الاسلام بفرما. 10 دقیقه من صحبت کنم. خیلی متشکر. الان گوش کنید دوستان عزیزی بیننده، من از ایشون توقع داشتم که ایشون درباره ولایت فقیه صحبت کنه. ایشون درباره هر چیزی صحبت کرد الا ولایت فقیه. یک امور خطابی راجع به امام حسین علیه السلام و سلام به شهدا، و بعدش اینکه
بله، هر کسی که تحت جریان ظلم قرار بگیرد او بله خودش ظالم هست و انبیا علیه السلام، ائمه علیه السلام برای این کشته شدن که کسی تحت جریان ظلم قرار نگیرد و هر کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد او خودش آدم نیست، عقل نداره، دشمن تمام انبیا هست. ببینید دوست عزیز من، این که شما به من اینجا تهمت بزنید، ثابت بکنید که من از امریکا پول گرفتم یا نگرفتم، این موضوع بحث نیست. موضوع بحث چیه؟ ولایت فقیه. و شما استدلال بکنید. من شما توقع دارم اینکه ولی فقیه ولایت دارد، شما این را با حدیث، با آیه قرآن کریم یا هر چیزی که شما دلیل دارید اون را ثابت بکنید. شما تا چیز نیاوردید که واقعا فقیه در شأن اسلام ولایت دارد. ادعای امور خطابی و شعار را شما مطرح کردید، دلالت بر مدعای شما نداره. شما هی میگید که هر کسی ولایت فقیه را قبول نداره، آدم نیست، عقل نداره. ببین دوستان عزیز بیننده، این کتاب صراط النجات مرحوم آیت الله خویی، صراط النجات فی اجوبة الاستفتاءات، نوشته ای مرحوم آیت الله خویی، بله، چاپ مؤسسه خود آقای خویی ظاهرا، بله، در جمهوری اسلامی ایران این کتاب چاپ شده. بینندگان عزیز، صفحه 12، هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلق ام لا؟ آیا سماحت شما، وجود مقدس شما آقای خویی، ولایت مطلقه فقیه را قبول دارید یا ندارید؟ جواب ایشان: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع الشرائط خلاف، ومعظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأمور الحسبية فقط والله العالم. إشان مفرمايت كدر ثبوت ولاية مطلقة براي فقيه جامع الشرائط خلاف، ومعظم فقهاء إمامية، يعني أغلبية قاطع فقهاء إمامية ميقوين كولاية مطلقة فقيه ثابت نيس، وفقط در أمور حسبية، در مال يتيم، مال صغاري ك قیم ندارن، مسجد موقوفه ای که متولی ندارد، در اینها فقط ثابته. لذا شما اون چیز را که میگید بدیهی هست و کسی که این را قبول ندارد، عقل ندارد، دشمن دین است، تمام کتاب های انبیا را میخواد آتش بزنند، شما برادر من در کدام غار بوده ای؟ شما بسیجی هستی، شما در بسیج زیاد اونجا رفتی، از کوچیکی فکر کردی که طلبه شدم؟ اینطوری نیست جان من. ولایت فقیه اگر شما میخواهید ثابت بکنید، برادر عزیز من، باید دلیل واضح و روشن بیارید. ولایت فقیه، من فکر کنم آمریکایی، من فکر کنم یک مشرک آمده اینجا با شما صحبت میکنم. مسئله بحث روی من نیست، بحث روی ولایت فقیه. موضوع ما مشخصه، شما باید دلیل بیارید. شما دلیل نیارید دوستان عزیز بیننده، ولایت مطلقه فقیه نه تنها بینندگان محترم ما این امری هست که ضروری و لازم هست، بلکه شرعا و عقلا قبیح ترین امر اینه که غیر معصوم، کسی که صفات ائمه علیهم السلام را ندارد، او بر مردم ولایت داشته باشد و حق رهبری داشته باشد، مگر در امور جزئی که خود ائمه علیهم السلام بیان کردن، مانند فتوا دادن، مانند مسائل قضا و غیر آن، و در بقیه امور اینها را سرایت دادن که اینها تمام شؤون در دست اینهاست، تمام اختیارات در دست اینها هست، در حالی که فقیه نه اسمت دارد، نه فقیه علم به تمام احکام دارد، نه فقیه علم به حقایق خارجیه به نحو تام دارد، نه فقیه علم به مصالح مردم به نحو تام دارد، بلکه علم او به احکام خیلی محدود به اون چیزایی که روایت شده، علم او به حقایق خارجیه مثل بقیه مردم، علم او به مصالح مردم مثل بقیه مردم هست. نه او اشجع الناس است، نه او افضل الناس است، نه او در تدبیر و در حکمت از همه مردم، تدبیر و حکمت او در مقام اداره از همه مردم، الفقیه بما هو فقیه بهتر هست، چون فقیه بما هو فقیه، یعنی کسی که فقیه هست مجتهد است، یعنی احکام دین را خوب بلده. این دلالت نمیکنه که او حتما مدیر خیلی خوبی هم هست، مهربان ترین مردم هم هست، شجاع ترین مردم هم هست. بینندگان محترم من، لذا به ادله خیلی زیاد ولایت او باطله. بینندگان محترم، آیه در قرآن کریم هست درباره نصارا، اتخذوا که امام علیه السلام درباره نصارا فرمود، اتخذوا بلی احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله تبارک و تعالی. نصارا به خاطر این کافر شدن که احبارشان را، علمای دینشان را و رهبان خود را ارباب به دین خدا گرفتن، ارباب من دون الله، اینا را خدا گرفتن به جای خدا. ائمه اطهار علیهم السلام در شرح این کلام آیه قرآن کریم فرمودن که اینها بینندگان محترم اینطوری نبودن که اینها بپرستن، برای اونها نماز بخوانن، روزه بگیرن و برای اونها عبادت بکنن، بلکه
این احبار را از باب این خدا گفته که اینها را به خدایی گرفتند، چون اینها هر چیزی که اونها میگفتند تصدیق میکردند، حلال خدا را حرام میکردند، حرام خدا را حلال میکردند. این علما و مردم نصارا اونها را تصدیق میکردند. به خاطر این بینندگان محترم خدا گفته که اینها را شما به خدایی بگیرید. دوستان عزیز، من یک حدیث صحیح از کتاب سلیم ابن قیس برای شما نشان بدهم که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال هم آورده که امیر المؤمنین علیه السلام مردم را از سه دست مردم باز برحذر می دارد. این کتاب سلیم هست بینندگان محترم، کتاب سلیم ابن قیس هلالی رضوان الله علیه. در اینجا بینندگان محترم در حدیث 75 این کتاب ملاحظه بفرمایید، خیلی عذر میخوام، اینجا هست امیر المؤمنین علیه السلام الحدیث الرابع والخمسون. سمعت سلیم میگفت مولایم امیر المؤمنین علیه السلام را شنیدم که میگفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که از سه طائفه در دین خود برحذر باشید. یکی که قرآن را وسیله دنیای خود قرار داده و با وسیله قرآن کریم امر به قتل به مردم می کند. یکی دیگر که بله کسی هست که هر وقت یک داستان دروغی پدیدار می شود او یک چند تا دروغ دیگر هم به او اضافه می کند و بین مردم اون را پخش می کند. یکی دیگر و رجل آتاه الله عز و جل سلطانا فزعم ان طاعته طاعت الله و معصیته معصیت الله و کذب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمن عصى الله. فرمود که سوم از کسی در دین خود برحذر باشید که خداوند متعال به او حکومت داده، به او دولت داده، فرمان روایی داده، پس او گمان می کند که طاعت او طاعت خداست و معصیت او معصیت خداست و دروغ می گوید. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمن عصى الله. دروغ می گوید، طاعتی نیست در معصیت خالق و هیچ طاعت نیست از برای کسی که از او گناه می کند. انما الطاعت لله و لرسوله، فقط و فقط طاعت از برای چه کسیه؟ ولایت منحصره در چه کسی؟ بینندگان محترم، در خدا و رسول خدا و لولات الامر الذين قرنهم الله بنفسه و نبیه و اون والیان امری که خداوند متعال قرین گردانیده اند، ولایت اونها را به نفس خودش و نفس نبیش. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، لأن الله إنما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله. خود اینو ببینید دوستان، تعلیل امام علیه الصلاة والسلام که چرا طاعة الرسول واجبة، طاعة أولي الأمر ائمه هدى عليهم السلام واجبة، بخاطر چی؟ بخاطر اینکه معصوم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم عصمت داره، خدا او را پاک و پاکیزه گردانیده، ائمه هدا علیهم السلام طاعتشان واجبه به خاطر اینکه معصومون هستن مطهرون هستن، فقیه معصوم نیست مطهر نیست. بینندگان محترم من به شما یک عکس نشان میدهم و وقت من داره تمام میشد، بقیه کلام من در ادامه گفتگوی من میآید که ولایت فقیه چرا باطله. دوستان عزیز، این را تصویر را شما ببینید، این تصویر را میشناسید، این تصویر نماز جمعه آقای خامنه ای هست. اونجا در زیر سینه آقای خامنه ای اونجا نوشته آقای خمینی هست. ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، زیرش هم عکس امضای آقای خمینی و مهر آقای خمینی موجوده. ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینها ولایت فقیه را که قائل هستند جماعت مخالفین ما بینندگان محترم، ولایت اینها ولایتی هست که حد و مرزی ندارد، یعنی هر چیزی که برای اداره شؤون مسلمین و اداره نظام مسلمین به کار باشد. تایمز اوور، وقت من تمام شده دوستان عزیز، من الان وقت میدم به آقای محترم آقای حجت الاسلام بهرامی. بفرما آقای بهرامی. آقای بهرامی، بسم الله الرحمن. بله آقای الله یاری جان، شما چند بار صدای شما قطع شد، من مجبور شدم صحبت شما رو نشیدم، حالا حتما ندادم، یعنی قطع و وصل می‌شده، من دیگه مجبور تلویزیون باشم. اگر می‌خواید
اگر خط ما خرابه شما از شما زنگ بزنید من شما را وصل کنم. من دیگه من کاری نمیتونم بکنم. تلفن اگر خراب من تلویزیون. حاج آقا عدالت حکم میکنه شما، چون که بنده نه تصویرم هست نمیتونم مدرکی نشون بدم، عدالت حکم میکنه شما هم تصویر و مطلبی نشون بدید. یک نکته، حالا تصویر نشون دادی. نکته دوم، بنده شعار ندادم، فلسفه بعثت انبیا و فلسفه بعثت رو گفتم. مثلا انبیا چرا مبعوث شدن، مثلا چرا مبعوث شدن، دلیل مبعوث شدنشون چی هستش. در مورد اسمت شما فهمیدید که کتاب های خویی نشون دادید که اختلاف هستش در مورد مسئله ولایت فقیه. اگه در رابطه با هر چیزی که اختلاف باشه دلیل بطلانش باشه، اسمت امام هم اختلافی هستش. مرحوم صدوق اختلاف داره در رابطه با اسمت امام. در رابطه با اینکه ولی فقیه علم نداره، اسمت نداره و مدیر و مدبر میشه، من بعدا بهتون بحثشو میگم. شبهه ای که در رابطه اتخذو اربابم من دون الله نفی، بنده هم روایت اونو خوندم. روایت اونجا بیان میکنه که اینها رب برای خودشون گرفتن و اونها اهل دنیا شده بودن، یا در دنیا وارد شده بودن و دین خودشون رو برای کسب و کار خود کسب و کار اومده بودن و برداشته بودن. اینطوری نبودش که خدا داره مذمت میکنه. اگه قرار باشه من از علما هم بیام و اطاعت نکنم، اگه قرار باشه اطاعت از عالم باطل باشه، پس اطاعت از هیچ کی جایز نیست. اون چه روحانی بودن؟ آیا در اون زمان، یعنی شما میگید خالی از حجت بود؟ زمین خالی از حجت نبود، مردم بعد به یه حجتی هجوم میکردن، بلکه علمایی هم برای دنیا شده بودن. اما در رابطه با اون بحثی که گفتید که قرآن میگه اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولوالامر، آیه دیگه ای هستش در قرآن، اصلا خداوند اطاعت اولوالامر رو نام نمیبره. من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، نسای 80. این نکته دیگه، اگر قرار باشه از هر کسی که علم و اسمت نداره ما مأمور به اطاعت نباشیم، پس دیگه هیچ کسی از هیچ کی نباید بیاد و تقلید بکنه. کلن زیاب تقلید میخورد، چون قرار باشه من از هیچ کی تقلید نکنم، زیاب تقلید خورده. از خودت هم نمیتونی اطاعت کنی، یعنی به فهم خودت هم نمیتونی مراجعه کنی، چون فهم خودت هم امکان داره که اشتباه باشه. اما ولایت فقیه همون رسول الله هستش. ببینی آقای الله یاری، منظور از این ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هستش. حرف فقیه منصوب به امام هستش. الان این کتاب اصول کافی بر من حجته، چون حرف امام رو داره نقد میکنه. اصول کافی بر من ولایت، اصول کافی بر من ولایت داره، قرآن ناطق بر من ولایت داره، قرآن صامت بر من ولایت داره. ولی فقیه اصول کافی ناطقه، تو توجه میکنی؟ ولی فقیه همون اصول کافی، اصول کافی حجت داره، بله. ولی فقیه اصول کافی ناطقه، از خود چی است. این در رابطه با مغالطات شما آمدید و فرمودید. اما بحث من، اتفاقا بحث خوب جایی بود، چون من مطالب زیادی هستش موندم چی بگم. ببینید، یکی از مشکلات شما در رابطه با اینکه ولی فقیه رو قبول ندارید، مشکل اصلیتون، دیشب گفتم اصلی من و شما اصلا بر سر ولی فقیه و حکومت نیست. مشکل اصلی من و شما یه چیز دیگه از توحیده. من با شما تو توحید مشکل داریم، تو خداشناسی مشکل داریم. از اونجا که میایم جلوتر، مشکل بعدیمون مشکل امام. شما امام رو اصلا نمیتونید اسمت رو اونجوری که هست در نظر بگیرید. شما به هم میگه امام گناه نمیکنه، فکر گناه نمیکنه. این مقامی که از عباسه، مقام امام نیست. امام رو شما نشناختید، پس نه شیعه رو شناختید نه امام. وقتی که نه شیعه رو شناختید نه امام، جایگاه هیچ کدوم رو نمیتونید. جایگاه امام ما جایگاه امام میدید به ولی فقیه، جایگاه ولی فقیه هم میدید به جایگاه آدم ساده. بزا امام نیست، پس هیچی. امام رو شما نشناختید. ببینید، امام در نظر ما لا یقاس به ما احد. یکی از این شیعیان امام ابراهیم، اون وقت شیعه مخلص در حد، اگه ابراهیم امام اون شیعه هم دقت کردید، امام لا یقاس به نا احد. من تعجب میکنم شما خیلی دم از اهل بیت میزنید ولی هنوز این طرز ساده رو نفهمید که امام لا یقاس به نا احد. امام موجودی هستش که اولوفی فضلنا ما شئتم لا یقاس به نا احد. امام بالاتر از انبیا نیست، از هم ما قبول نداریم امام بالاتر از انبیا بشه. امام لا یقاس به نا احده.
جبرئیل یه شاگرد، ابراهیم یه شاگرد، عیسی و موسی یه شاگرد، این همه مسلمین ملتزمن. من چیزی نیست بگم، عیسی اگه پشت امام نماز میخونه، یعنی عیسی اعلام میکنه، جهانی اعلام میکنه، آی مردم بدونید من یه شیعه بودم. پس امام اون عقل کل صادر اول، اون موجود لا یقاس و بنا هست، شیعه در حد انبیاست. حالا من از شما سوال میکنم، حالا اینو بعدا توضیح میدم بیشتر، اگر امام معصوم انبیا بودند ولایت داشتن یا نبودن؟ اگر امام شیعه مقامش یا افضل من انبیاست یا در حد انبیاست. و در هر موضوع و در هر سالی، در هر صد سالی 4-5 تاشون هستن. وقتی که اوج سیستم وکالتی امام هادی، امام جواد، امام حسن عسکری، امام زمان جواب میده، این سیستم وکالت کل دنیا شکل گرفت. کل دنیا یه الگوی کوچیکی از اون جاهای انقلاب شده رو پیدا میکنن، یعنی اونا شروع میکنن شبکه سازی، اونا شروع میکنن کاد سازی، بعدش حکومت سازی میشه، بعدش کل دنیا طرفدار امام بودن، امام برمیگرده. این 313 تا در حد عیسی و ابراهیم هست. این 313 تا کسایی هستن که امیرالمومنین میفرماید به ابی و امی من عدت قلیله است ما آمان فستمان معلوم را بسر عرض مشغوله. پدر و مادرم فدای این 313 تا. امیرالمومنین میگه من پدر و مادرم فدای دقت کردی چی شد؟ لذا شما وقت نه جایگاهه، حالا جایگاه خدا که من مطلب بحثی ندارم، جایگاه امام رو نشناختید، جایگاه ولی فقیه هم نشناختید، خب نتیجتاً بله اینطوری نتیجه میگیرید، نتیجه عادی هستش، اصلا هیچ بعدی نداره. شما اینطوری نتیجه میگیرید که امام نیست، خب شیعه هم خب چیز هم نیستش دیگه، امام نیست، خب چیکار کنیم؟ اینطوریه، هنوز امام رو نشناختیم. ببینید من روایت میخونم بسید، این شیعه تمام نه هست، من نه اینا از سلمان مننا بوده. من تو تاریخ بخوام نام ببرم برای شما مناها رو، سلمان رو نام میبرم، خمیل رو نام میبرم، مالک رو نام میبرم، زراره رو نام میبرم، حتی عباس رو نام میبرم، قاسم بن الحسن رو نام میبرم، علی اکبر، اشبه الناس رسول، خلقن و خلقن و منطقه رو نام میبرم. از سلمان و مننا اهل. سلمان چی بوده؟ عرب بوده؟ عرب نبوده، اما تینتش از اهل بیته. ان شیعتنا خلق من فاضل تینت. یک، تینتن تینتشون اهل بیته، این یک. دو، رفع اخ علمن علمشون اهل بیته. سلمان ها من اهل البیت و من لم بکن ب... و من لکن به مثل سلمان مثل لقمان الحکیم علمه علم الاول و الاخر. این علم اول آخر میدونه این آدم، این سلمان میدونه، سلمان علم اول آخر رو میدونه. احتجاج علا اهل لجاج دل یک صفحه 258، سلمان ها من اهل بیت، این شیعتنا من اهل البیت، فی کل زمانه رجل من اهل البیت، هر زمانی. آقا تو اگه بگی تو ادعا میکنی شیعی، چطوری ادعا میکنی شیعی؟ سیره تمام انبیا، سیره نبیمون این بوده، وقتی که میرفتن جانشین تعیین میکردن، ولی امام زمان رفت تعیین نکرد. این همه حرف، این همه حرفیه که خب مخالفین دارن میزنن که چطوری این قابل جمع شدن هستش. تو شما تو این فضا قرار بگیر، امام قرار بره، امامی که علام انفس هست قرار بره. این امام اگه تعیین نکنه چقدر امام نامهربونه. این تهمت متوجه امام داری، یعنی تهمت میزنی به امام. حالا بخلاف این که به همه علما تهمت زدی، این داری تهمت میزنی به امام. خب امامو نشناختی تو، امام رفت هیچ که معین نکرد، این لطفش چی شو؟ آقا جون تو داری میری چی؟ نه مدیری نه من تو تمام چیزا میامدم سمت تو، الان هیچی. لذا موضع شیعه رو وقتی میشناسیم، ببینید میگه افضل من انبیاء بنی علما. حالا من یه روایت بخونم، ان علم العالم صعب مستعصب. علم عالم صعبه، خیلی صعبه. من شما رو انکار نمی کنم که مثلا علما رو میاد تکفیر میکنه، چون اگه ابوذر هم میدونست دل سلمان چه تکفیر میکرد میکشتش. ان ابوذر العالم حافظ سلمان لقتل و لکفره و چیزی ولقد آخر رسول الله. اینا دو تا نظرشون مثل هم بوده، اما تحملش نه، استعدادش نیست، تحملش کم چیکار بکنه. بعدش ادامه ای رو بعد من تایم اوت دارم. میفرمایید این علم رو تحمل نمیکنه مگر انبیاء مرسل یا ملائکه مقرب. آیا در رده اینا کسی دیگه هست؟ چیه؟ چیه تو رده اینا؟ او عبد امتحن الله قلبه للایمان قال و انما صار سلمان من العلماء لانه لأنه امرأون من اهل البيت فلذلك نسبه الينا.
این تو این مقامه. من کسی که تو مقام ابراهیم و ببینید تو مقام انبیاء آدین انبیاء مرسل، من کسی که تو مقام ملائکه، نه ملائکه مرسل تو این مقام هست. وقت شما تمام. وقتی امام نیست به کی وجود کنم؟ بفهم. خیلی متشکرم دوستان.